بچه راجع به من این خیلی مهمه. اگر ایرانی هستین تیکه رو خوب نگاه کن، ببین چه نقشه واسه من تو حالا کشیدن. ببینید اینا خدای مرزبندی هن، نقشه کشی اینقدر قشنگ نقشه ترسیم میکنه واسه که نگو. ببین چیکار کرده، اینجا خط کش گذاشتن، میبینی انگلیس اینجا اومده نقشه کشی کرد. یا مثلا تو این تصویر نگاه کنید، اصلا خط کشیه اینجا که حالا میخواد نامبیا رو به زیمبابوه باید برسونه. بابا بی انصاف، تو که داریم بوتسوانه رو میکشین خطی یه هولش بده تا تاور بالا دیگه. حالت این چیه؟ این باری که کشیدی بردی، من بهت میگم یه قبیله توی نامبیاس، یه قبیله هم توی زیمبابوه، خون همو میخورن. اینا باید ارتباط مرزی با هم داشته باشن که صبح تا شب بزنن تو سر کله هم دیگه. سلاح ها از کی بخرن؟ از این بی پدر ها. توی هند میرفتن یه گاو تو محله گاوپرستا میکشتن، یه مسجد تو محله مسلمان ها میکنن. اینا دیگه 10 سالی با هم میجنگیدن، هم دیگه رو میکشتن. اینجوری تفرقه ناز. آها بچه خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید. این نوشته اولد، این نوشته نیو. آقا در حالی که این الان ما اینجوریم، الان خاورمیانه مگه این شکلی نیست؟ به میگه خاورمیانه قدیم. خاورمیانه جدید که این همه تو اخبار میشنوی این عکسشه. قراره چه اتفاقی بیفته؟ من بهت میگم قراره، ببینید، قراره آذربایجان ما با جمهوری آذربایجان با آذری های ترکیه یک کشور بشن. آذربایجان، کردای ما با کردای عراق، کردای سوریه، کردای ترکیه یک کشور بشن. فری کردستان، کردستان آزاد. بعد اینجا رو نگاه کن، شیعه ها باید در خوش این کشور درست کنن. مگه ما شیعه ندام مرغ قاطی اون کشور نمیکنن؟ ببین چیکار میکنه، میاد خوزستان تو میگیره که نفت نداشته باشی، ادامه میده بوشهرت هم میگیره که گاز نداشته باشی، بعد میاد این وسط کشور عربی شیعه درست میکنه، باز کویت رو میذاره این وسط به خاطر اهل سنت در اونجا حاکمه. بعد میاد اینجا باز عراق سنی رو درست میکنه، خود عربستان هم تجزیه میکنه، اردن هم جز معدود کشوری که بزرگ میشه. پس حمله نظامی اردن به کشور همسایش محتمله، از این واضح تر دیگه نمیتونم بهتون بگم. جالب اینجاست بلوچستان هم میان یه تیکش از شما میگیرن، با بلوچستان پاکستان میشه فیلی بلوچستان، چون عاشق چشا ابروتن، خیلی دوست دارن، یک بخش از افغانستان رو بهت میدن به خاطر اینکه طالبانیسم در اونجا حاکم بوده. تو این شیعه رو چجوری میخوای بذاری کنارو؟ باز جنگای داخلی در میگیره. بچه‌ها کارشون هم شروع کردن، خوب نگاه بکن، توی آذربایجان پانتورکا همینا دارن کار میکنن، توی کردستان پژاک داره کار میکنه، توی خوزستان الاهوازی داره کار میکنه، توی بلوچستان اون یارو عبدالمالک ریگی داشت کار میکرد. بعد مگه ما با اهل سنت این مشکلی داشته باشیم؟ که خودم به شخصه بهترین دوستانم اهل سنت هستن، باید به ترکمن صحرا هم مشکل میداشتیم کمان که اول انقلاب داشتیم؟ نداری. بگم چرا؟ چون از اون بر قراره به تو کشور اضافه بشه، برنامه ریزیش دقیقه. Regarding the Kurds, they are a fighting people that have proved their political commitment, political moderation, and deserve political independence. Smooth. Israel has quietly maintained military and intelligence ties with the Kurds for decades, seeing in the minority ethnic group a buffer against shared Arab adversaries. We should support international efforts to strengthen Jordan and support the Kurdish aspiration for independence. مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق تقاضای برپایی همه‌پرسی برای جدایی از دولت مرکزی را تسلیم پارلمان کردستان کرد. طرح استقلال کردستان از عراق با استقبال کردهای این کشور روبرو شده است. آینده کردستان عراق از همون موقع که نبرد داعش شروع شد، خیلی بیشتر ما از زبون شما بحث همه‌پرسی رو شنیدیم، رفراندوم رو شنیدیم برای استقلال کردستان عراق. آیا هنوز همین رو دنبال میکنید؟ هیچ چیزی، هیچ رویدادی نمیتونه جلوی تصمیم ما رو برای استقلال بگیره. یا پرلمان تو محفی که یا پرلمان
سرکار رجحالاتی کردستان و دست پیدا کم کشو هوای رجحالات بگشتی تا رادیک ممنوندیه لورمه اسمانه که ساماله هیو پلی گرمی 28 پلی صدیوس بی یک پلی برز دبیتوا لما هبر پلی گرمی 30 پلی و خورتا و سبی 2 پلی برز دبیتوا لسنا 31 پلی و سبی پلی برز دبیتوا به همان شیوا لکرمشان پلی گرمه لشارکان 3 رجحالات برستر و 36 پلی و خورتا و اسمانی امشاری گرتوتو و سبی بی یک پلی برز دبیتوا لا ایلام مقدبینن پلی گرمی 34 پلی و سبی پلی یک برز دبیتوا مرزان لرجحالاتو دچین بشوری کردستان؟